درود، با اخبار امروز سه شنبه 22 آگوست من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه قانون تنظیم و منصبداران رسید. اگر فرزندی مقامدار به دانشگاه با ماشین برود ممکن است از مقامش برکنار شود. در جریان معرفی استراتژی نوی ایالات متحده در افغانستان، رئیس جمهوری آمریکا از پاکستان خواست با طالبان و دیگر گروه‌های جنگجو پناهگاه ندهد. دادگاه دوشنبه یک زن روس را با گناه کوشش برای قاچاق تنگه قدیمی از تاجیکستان صدها دلار جریمه بست. با آن موده ای که پرونده پیش می رفت قرار دادگاه در نسبت من سودآور بود. اون چیزی که از دستش می آمد این تعیین کردنی همین جریمه کم بود. ولی به هر حال 5000 سومانی پولی کلان است. تفصیل خبرها در تاجیکستان سندی نوی حکم اجرا گرفت که ممکن است بر اساس آن منصبداری را برای رفتار فرزندش از کار رانند. بر اساس کدکس نوی آداب خدمتچانی دولتی که همین ماه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امضا کرده است، اگر فرزندی فردی صاحب منصب به دانشگاه با ماشین برود ممکن است پدر یا مادرش را از مقامش برکنار کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان در گذشته مقامات رسمی را سخت تنقید کرده است که فرزندانشان در دانشگاه ها با ماشین های گران قیمت خود نمایی می کنند. در گذشته در کشور چند مورد شرکت فرزندان منصبداران بلندپایه در صدمه های مرگبار نقلیاتی دیده شده است و بسیاری از آنها با جزاهای سبک از جوابگری آزاد شدند. امروز حکومت افغانستان گفت از حمایت دونالد ترامپ و مردم امریکا از مبارزه افغانستان با ضد تروریسم خوشحالند. رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله در این باره بعد از آن صحبت کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا جزئیات راهبرد و یا استراتژی نوی کشورش در افغانستان را اعلان کرد. جزئیات استراتژی در گزارش همکارم ساجده میرزا. پریزیدنت ترامپ روز دوشنبه استراتژی نوی آمریکا در افغانستان را معرفی کرد و قول داد که مبارزه را در آن کشور تا رسیدن به پیروزی ادامه می دهد. ترامپ که در یک پایگاه نظامی در نزدیکی واشنگتن صحبت می کرد گفت افغانستان نباید به پایگاه امنی گروه های توندرو تبدیل شود که هدف حمله به آمریکا را پیگیری می کنند. I concluded that the security threats we face in Afghanistan and the broader region. من به این خلاصه رسیدم خطری که ما در افغانستان و منطقه روبرو هستیم خطری عظیم است. امروز 20 سازمانی که ما تروریستی اعلان کرده ایم در افغانستان و پاکستان فعالند. نظر به هر منطقه دیگری جهان آنها در اینجا متمرکز شدند. در نوبت خود پاکستان بسیار وقت به عنصرهای خرابکار خشونت و ترور پناهگاه میدهد. خطر بسیار بد است چون پاکستان و هند و کشور مسلح به سلاحی اتمی هستند و مناسبت پیچیده آنها می تواند با مناقشه باشد. رئیس جمهوری امریکا اسلام آباد را هشدار داد و گفت این رفتار پاکستان را که به گروه های تندروی مثل طالبان پناهگاه می دهد دیگر تحمل نخواهد کرد. دونالد ترامپ که استراتژی های رهبران پیشین امریکا در افغانستان را تنقید می کرد و آنها را به ثمر می خواند، حالا عین مشکلات را دارد که پرزیدنت های قبلی به آن روبرو بودند، یعنی گروهی فعال شده طالبان و حکومتی ضعیف افغانستان. ترامپ گفت که بر پایه استراتژی نو امریکا وابسته به شرایط در افغانستان عمل می کند. در این مبارزه باری سنگین همچنان بر دوش مردم خوب افغانستان و نیروهای مسلح دلیر آنها خواهد بود. آن گونه که رئیس جمهوری افغانستان به ما وعده داده است، ما با شرکت در رشد اقتصادی افغانستان می توانیم خرج این جنگ را برای خود کمتر کنیم. افغانستان برای محافظت و تامین امنیت خود به ضد دشمنان می جنگد که به ما هم تهدید می کنند. هر قدر که نیروهای افغانستان قوی شوند، کار ما همان قدر کمتر می شود. افغان ها خودشان کشورشان را می سازند، امنیتشان را تأمین و آیندهشان را تعیین می کنند. ولی ما دیگر قدرت نظامی امریکا را برای ساختن دموکراسی در سرزمین های دور به کار نمی بریم و یا کشوری را بر اساس تصور خود نمی سازیم. آن روزها به پایان رسیدند.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش نگفت که چقدر نیروی اضافی به افغانستان فرستاده می شود و هم نگفت که سربازان آمریکایی کی از افغانستان بیرون می شوند. او همزمان از پاکستان و هند و کشورهای عضو ناتو درخواست کرد که به افغانستان بیشتر کمک کنند. مقامات آمریکایی میگویند دونالد ترامپ قراری را امضا کرد که بر اساس آن احتمال نیروی اضافی عبارت از 4000 سرباز به افغانستان فرستاده شود. تعداد سربازان ایالات متحده در افغانستان فعلا 8400 نفر گفته می شود. واکنش کارشناسان بین المللی و تاجیک در رابطه با استراتژی نوی آمریکا را می توانید در وبسایت ما هم ببینید، در ozodi.org، و هم گزارش جالبی گرفتی آفتاب را که در این برنامه همراه تماشا میکنیم. حالا یک آگاهی کوتاه. در اطراف کول سرز تجهیزات زلزله سنجی نصب کرده شدند که وای فقط اما در حالت روح دادن زمین جنبی وای قید میکنن و ثبت میکنن و متخصصان رفته از همون تجهیزات و معلومات گرفته کارکرد میکنن. مصاحبه مفصل درباره کول سرز در سایت رادیوی آزادی www.ozodi.org. و از بدخشان می رویم به ختلان. در این ولایت بزرگترین پخته پرور در تاجیکستان، کشاورزان امیدوارند امسال از حساب فروش این محصولات سرخریدار پول بیشتر به دست می آورند. تا چند سال پیش هزاران دهقان در ختلان با زحمت پخته می پروریدند و در نهایت قرضدار می شدند. گزارشی همکاران ما در همین باره است. دهقانان ولایت ختلان می گویند پخته دوباره به طلای سفید تبدیل می یابد. تحلیل های آنها نشان می دهد که امسال ارزش یک تن پخته در تاجیکستان تا 4500 سومانی بالا می رود که در قیاس به سال گذشته 500 سومانی بیشتر است. امسال پخته نشنامه پخته نقض سال خوب آمد برای پخته. حاصل انتظاری از هر یک هکتار 30 سنتنر کم نمی شود. یلگش اشوروف دهقان از ناحیه قبادیان که 10 هکتار زمین پخته دارد با اشاره به فراوانی حاصل امسال میگوید از 1 هکتار تا 32 سنتنر پخته جمع آوری میکند. حاضر من یک 4 روز شد من قریب 5 تن پخته چیندم. با چنگ رفته بسوز نصب باشم یکم چنه قطعه خوزن سنتر میکنم. تجارت پخته در تاجیکستان تا یک ده ساله پیش یک ساحه پیچیده و پرمعما بود. کار به طرز جریان داشت که دهقان همیشه در آخر موسم بی نوا میماند. آنها با شرطنامه های فیوچریستی وابسته بودند که بالاخره به قرض قوتیده پخته خود را قریب رایگان میدادند. تا 2005 همین حالات بودن، فیوچریست ها بودن، دیگر ها بودن، من خط کار میکردن. حضر حاجگاه دهقانی بسیارشان آزاد کار میکنند. آزاد پرورش پخته پرخرج و زحمت طلب است. خواجگی های هستند که توان کافی برای سرمایه گذاری ندارند. از بانک قرض گرفتن نمی توانند برای آنکه فایز ها بلندند. بناهن یگانه راه کار با شرکت هایست که به ساحه پخته پروری سرمایه گذاری میکنند. خودم طاقه بی سرمایه گذار قین من بکر کردم. شرکت ها برای دهقانان سر هر یک گکتر برای نگاهوبین و معاش کارگران $500 پرداخت تخمی و دارو می دهند. اینچنین تکنیک و سوزشواری را تأمین می کنند. در برابر آن دهقانان عهده‌داری می گیرند که تا 2500 کیلوگرم از یک گکتر برای آنها پخته بدهند. با خمازه پخته ما خودم وای می کنم. دیگر جای با دیگر خردار با می فروشم. زن قوه اصلی کاری در زمین های پخته است. چند سال پیش آنها برای هزوم پخته می چیندند. حالا برای اکثر آنها یگانه جایی کار است. ما بر وقت کار میکنیم. سرفنده کار میکنیم. نازک در می ده کار کنه میشه. خیلی گرم میشه اندوره که حضر خواه سرفه نه. هر یک زنی کارگر برای یک کیلو پخته چیدهش از 30 درم تا یک سومانی پاداش میگیرد. در آمدشان از 2 تا 5 هزار سومانی است. چند قچنیم هم پخته فلاشه میتیارد. نرخ یک تن پخته در بازار جهانی از $2000 گذشت. دهقانان ختلانی میگویند با بالا رفتن نرخ و افزایش درآمدشان امکان مییابند میدانهای کشتی پخته را وسیع کرده تجارتشان را رواج دهند.
در امریکا میلیون ها نفر گرفتنی آفتاب را مشاهده کردند، از جمله رئیس جمهور دونالد ترامپ هم. گرفتی کامل آفتاب حادثه بسیار نادر است و در امریکا را 100 سال پیش مشاهده کرده بودند. مومین احمدی در این باره گزارش می دهد. روزی 21 آگوست بیشتر از 12 میلیون ساکن و مهمانان در ساحل‌های غربی و شرقی امریکا گرفتی کامل آفتاب را با عینک‌های مخصوص و دوربین ها مشاهده کردند. کشور چند هفته منتظر بود که کی ماه روی آفتاب را به استثناء کناره‌هایش کاملا می‌پوشاند. امریکا 2 دقیقه در تاریکی ماند و حادثه را پیش از همه ساکنان ایالت اورگان دیدند. سیلست ریوارد یکی از آنها میگوید: وقتی تاریک شد ما همه فریاد کشیدیم. فوق‌العاده بود. خرسندم که این را دیدم. مردم گرفتی آفتاب را از هر جای مشاهده کردند. در نزد مجسمه آزادی تا در داخل هواپیما که جای خوبه برای دیدن است. الن شنایدر باری اول نیست که این رویداد کیهانی را می‌بیند. باری پنجم است که این حادثه را می‌بینم. از هواپیما تأثیرات کاملا دیگر و بسیار حیرت انگیز است. ما خرسندیم که این امکان را داریم. گرفتی آفتاب را از مدار زمین هم مشاهده کردند. ویدیو و عکس‌های جالب را آژانسی کیهان‌شناسی آمریکا نشر کرد. خط حرکت ایستگاه بین‌المللی کیهانی از جایی بود که سایه‌نمای آن در روی آفتاب دیده می‌شد. همراه با مردم آمریکا رئیس جمهور دونالد ترامپ، همسرش ملانی و پسرش بیرون هم از کاخ سفید گرفتی آفتاب را تماشا کردند. چون این صحنه شگفت‌آور را مردم آمریکا از سال 1918 یا تقریبا 100 سال باز ندیده بود. برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه تاجیکستان محاکمه یک زن روسی را خاتمه داد که او را به قاچاق آثار تاریخی گناهکار میکردند. تاتیانا خوژن را ماه ایون امسال در فرودگاه دوشنبه دستگیر کردند و گفتند که او قصد داشت تنگه قدیمه را غیر قانونی به روسیه برد. امردین علیم روزی 21 آگوست شاهد خاتمه محاکمه شهروندی روسیه بود. دادرس جورخانزاده مسرور گفت که خوژن نمیتواند با پرداخت 5000 سومانی مبادل به 561 دلار ایالات متحده آمریکا در مدت 10 روز از تاجیکستان به وطنش برگردد و همچنین او میتواند در دوام 3 روز دیگر حجت‌هایش را از دادگاه بگیرد. خود خوژن نمیگوید که این حکم نسبتش غیر انتظار بود. با اون مدعی که پرونده پیش می رفت قرار دادگاه در نسبت من سودآور بود. اون چیزی که از دستش می آمد این تعیین کردنی همین جریمه کم بود، ولی به هر حال 5000 سومانی پولی کلان است. هنوز نمی دانم که از کدام حساب پرداخت می کنم. باز باید چیپ تخرم. تا 3 روز دیگر می توانم آمده حجت هایم را از دادگاه گیرم و در مدت 10 روز باید جریمه را پرداخت نمایم. روزام حکیموف وکیل دفاعی تاتیانا خوژن میگوید این پسترین جزایی بود که دادرس می توانید در نسبت زیر حمایه او روا بیند. سودیا کاک می پریپالاگالی میمو مثل که ما در نظر داشتیم، دادرس در نسبت زیر حمایه من حالت های سبک کننده جزا را روا دید. مثلا این دلیل را که او در تاجیکستان زندگی کرده است، در ماده 61 این نکته درج شده است. همه این را به نظر گرفته جریمه از همه مینیمالی را تعیین کرد که این صد نشان دهنده یعنی 5000 سومانی می باشد. نماینده سفارت روسیه در تاجیکستان الیک ژوکوف که رفت مرافعه دادگاهی خوژن را نظارت میکرد گفت از حکم دادگاه راضی است. همش در دوره قانونهای عمل کننده جمهوری تاجیکستان گذشت. از جانب ما یگان ایراد وابسته به رفت مرافعه نبود. دادستان برای تاتیانا خوژن 6 سال زندان را طلب کرده بود. این شهروند روسیه در تاجیکستان با قاچاق تنگه زمان شاهیگری روسیه متهم میشود. و دادگاه در ازبکستان یک شهروند این کشور را با گناه جاسوسی به نفع تاجیکستان به 10.5 سال زندان محکوم کرده است. وکیل دفاعش روز 21 آگوست به رادیو آزادی گفت که حکم علیان حکیم را دادگاه نظامی ولایت سیردریا روز 12 ایول صادر کرد. مقامات ازبکستان نگفتند که علیان حکیم چگونه به نفع تاجیکستان جاسوسی میکرد، ولی در خبرها آمده است که این زنی 36 ساله از ازبکستان سال 2004 یک سال در یکی از رستوران ها در شهر خوجند کار کرده است. علیان حکیم را ماه دکبر سال گذشته دستگیر کردند.
و شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org. اگر در فیسبوک هستید آنجا رادیو آزادی صفحه ماست و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.